راه زندگی. برنامه ای از دکتر فرناز زنده‌دل، روانشناس بالینی. شنوندگان عزیزم، شبتون خوش و آروم. این شعر زیبا و دلنشینی رو که با هم شنیدیم، که همه ما در یک زمانی موضوع شعر رو تجربه می‌کنیم، برای شما به عنوان شروع برنامه گذاشتیم. با دیدن موی سفید میتونه که اولین سمبل رسیدن به میانسالی باشه، امشب مورد گفت و شنود ما خواهد قرار گرفت. برنامه امشب زنده پخش میشه، میتونین تماس بگیرین و هر سوالی دارین که براتون مهم هست مطرح کنین. شماره استودیو هست 323-512-7264 323-512-7264. برای گفتگوی محرمانه هم میتونین با تلفن مطبم تماس بگیرین که هست 310-801-0544. از طریق یوتیوب و فیسبوک هم میتونین ناظر برنامه هم باشین و از تصویر ایران تین تیوی. هفته آینده دوشنبه شب در کنار دکتر شیرین نوروی، دکتر منجزی و دکتر پیمان رؤوفی که روانشناسان عزیزمون هستن خواهم بود. شنوندگان، باید در نظر بگیریم که هر انسانی با دیگری متفاوت است و نمیتونیم هیچ کس رو به طور مطلق در قالب‌های خاص روانشناختی قرار بدیم. سنی که بحران میانسالی ممکنه اتفاق بیفته در افراد مختلف متفاوت است. از سن 35 سالگی میتونه شروع بشه تا سن 55 سالگی و بین مردان و زنان به طور مساوی مشاهده میشه، با اینکه بروزش میتونه یه مقدار فرق بکنه. تحقیقات اخیرم نشون میدن که تحول میانسالی در همه مواقع به افسردگی نمیرسه. پس هر کسی که میخواد تا حدی تغییراتی در زندگیش ایجاد بکنه، جبران کمبودهاش رو بکنه یا نیاز داره که واقعاً تفریحات جدیدی در زندگیش داشته باشه، معناش این نیست که دچار افسردگی میانسالی باشه. این سالها برای برخی روشنگر، اما برای برخی دیگر دورانی میتونن بسیار دشوار باشن.
فرد بررسی میکنه که به کدوم نیازها و خواسته هاش رسیده و اگه به خیلی از اونها نرسیده میتونه احساس ناامیدی، کم ارزشی، از دست دادن میل و علاقه به فعالیت هایی که در گذشته از اونها لذت میبرده مثل رابطه جنسی و سرگرمی ها نداشته باشه. آغاز میانسالی در مردان با کاهش هورمون تستوسترون همراه میشه و در خانم ها کاهش هورمون استروژن که قدرت جنسی رو تا حدی میتونه کم بکنه. علاوه بر کم شدن هورمون های جنسی، تغییرات دیگه از جمله تغییرات شیمیایی مغز هم میتونه همراهش باشه. مهمترین دلایل برای بحران میانسالی میتونیم بگیم در عوامل اجتماعی و روانشناسی میشه جستجوشون کنیم. چرا که مسئله یه اختلال جسمانی نیست و بیشتر تحت تأثیر عوامل روانی و بافت اجتماعی است. از نظر کارل یونگ که یه روانشناس معروفی بوده، خیلی اسمشو شنیدین، شخصیت هر انسان در طول زندگی همواره در حال تغییر و دگرگونی میتونه باشه. پس این مرحله تا حدی میتونه طبیعی باشه، برای اینکه ماها همیشه در حال رشد و تغییرات میتونیم باشیم. از لحاظ روانشناسی ممکنه اون فرد از خودش بپرسه من کی هستم و کی بودم و کی خواهم بود، به چه اهدافیم رسیدم و به چه چیزهایی که علاقه داشتم نرسیدم. مردها میتونن متکی تر، نیازمندتر و خانومها هم میتونن مستقل تر بشن. فشارهای روانیشون هم آقایون کمتر بیان میکنن که فشار روانی و ذهنی میتونه باعث اثرات فیزیولوژیک یا به فارسی میگیم علائم روانتنی براشون بشه. حالا که خطا پره شروع میکنم به سوالهاتون پاسخ میدم، بعد دلم میخواد راجع به علائم میانسالی افسردگی باهاتون یه گفتگوی داشته باشم که واقعا متوجه بشین که علائم چه علائمی میتونه مهمی باشن و در بعضی ها ممکنه راحت دیدم نشن. خب خط اول رو میگیرم. الو جونم، روی خطین، بفرمایی. بیتو سلام عرض میکنم. سلام، بفرمایید لطفا. دکتر پوزش کنم، یعنی تشکر از برنامه جالب کلاوالی. در مورد موضوع امشب بنده میخواستم سوال بفرمایید. خط بعدی رو میگیریم. شما تلفنتون قطع شد شنونده یک، دوباره تماس بگیرین. خط بعدی بفرمایین. الو جونم. سلام خانم دکتر. سلام، بفرمایین لطفا. ببخشید مزاحمتتون شدم، خسته نباشید. مرحمی جونم. چه فرقی میکنه بین خانوما و آقایون زمانی که یه تحولی تو زندگیشون اتفاق میفته؟ یعنی نمیدونم سوالم رو گرفتید یا نه. میشه بیشتر توضیح بدین لطف کنین؟ ببینید، وقتی توی زندگی زناشویی مثلا یه اتفاقی میفته، یه مشکلی پیش میاد، یه تحولی به وجود میاد، گرفتن این مشکل و تحول و عوض شدن یه موضوعی، خانما چجوری قبول میکنن، آقایون چجوری قبول میکنن؟ خب خیلی سوال جالبیه. ببینید، بستگی داره به اون دو نفر و به شخصیتشون. بعضی ها واقعا ایمبریس میکنن یا میپذیرن تحولات رو و خیلی راحت تر هم خودشون ترانزیشن رو در زندگی شخصی خودشون میپذیرن هم در زندگی مشترکشون. ولی بعضی ها براشون بسیار دشواره حتی یه تغییر کوچیک در زندگی میتونه اون باعث بشه که ممکنه یکیشون احساس عدم امنیت بکنه،
بترسه که مبادا اون یکی رو از دست بده. یه مثال جالب براتون میزنم. مردی که میخواد تغییراتی رو تو زندگیش به وجود بیاره، ممکنه در بحران میانسالی شروع بکنه بره جیم، از خودش مراقبت بکنه، با دوستاش هفته یکی دوبار برنامه بذاره با دوستای مردش، و خود این بستگی داره به اون همسر این شخص که تا چه حدی اولا خودش برای خودش تغییرات یا اون تحولاتی که شخصیه برآورده میکنه که بتونه درک بکنه که اون کسی که شریک زندگیشه اون هم نیاز به این تحولات داره. خیلی کمک هم میشه وقتی که دو نفر با هم بررسی بکنن که اون نقاط مشترک یا اون علاقه مندی هایی که اصلا این دو نفر رو به هم دیگه واقعا گرایش داد چیا بودن اول رابطه، که همونها رو با تغییراتی که به وجود اومده بتونن با هم داشته باشن، یه امنیتی این رابطه به دست میاره و این باعث میشه که بیشتر بتونن احترام قائل باشن برای خواسته های شخصی همدیگه. بنابراین سوالی که میکنین اتفاقا خیلی جالبه، برای اینکه خیلی ها در این 15 سال تجربهی که من دارم دوچار این گرفتاری میشن که یه نفر، چه مرد چه زن، نیاز به یه هیجان، به یه تحولاتی تو زندگی داره، ولی اون یکی نداره. اون یکی ممکنه تو منطقه امن خودش رو میخواد نگه داره در کامفورت زون و نمیخواد تغییراتی به وجود بیاد و وحشت میتونه بکنه که مبادا همسر من یا شریک زندگی دوست من یه موقع اون آزادی رو تا حدی داشته باشه که مثلا نقاشی کلاس بخواد برداره، ممکنه یه وقت از من دور بشه، ممکنه فاصله پیدا بشه بین ما. در صورتی که هر کی خوشحالتر از خودش هست و از شخصیت خودش، اونو انعکاس میده تو رابطهش با یکی دیگه. خب شنونده عزیز، خیلی راجع به این موضوع صحبت کردم، سوال دیگه ای دارین؟ پس تحول به نظر شما خوبه؟ تغییر دادن خوبه؟ عوض کردن خوبه یا نه؟ برای اینکه خیلی دوست ندارم با خود شما. خب شما سوالتون حالت پیام دادن بود در حقیقت. شنیدم که یعنی میگین خوب خودتون و انگار که دلتون میخواد بشنوین که منم کانفرم بکنم که تغییرات میتونن خوب باشن در زندگی. درست متوجه شدم؟ دقیقا. اگه کانفرم بکنید نمیدونم، اگه دوست دارید یا اگه واقعیه. نه واقعا میکنم. چرا؟ ببینید، برای اینکه واقعا اگه زندگی همون روال عادی رو همیشه داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی اون شخص یک نواخت باشه، تا حدی بیشتر از افراد میتونن احساس بکنن که زندگی اصلا بورینگ شده، معناش چیه این وسط، و حتی خلا رو تجربه میکنن. پس بله، من واقعا اینو میگم که فکر میکنم اتفاقا هیجانات، تغییرات، مخصوصا وقتی سازنده باشن، خیلی میتونن کمک بکنن که روحیه یک شخص، روان یک شخص خیلی بهتر باشه و شادتر باشه. ولی کسی که از تغییرات وحشت داره و خودش رو همونطور که اشاره کردم در یک جا مکان امن میخواد نگه داره، نه ترقی ممکنه بکنه، نه ممکنه اکسایتمنت رو تجربه بکنه، نه نشاط رو. بنابراین کسی میتونیم بگیم زنده است که چی؟ زندگی بتونه بکنه و بتونه مراحلی رو طی بکنه و رشد بکنه، هم رشد عاطفی داشته باشه هم رشد ذهنی. خب حالا خیالتون راحت شد شنونده عزیز؟ خیلی ممنون لطفتون. خواهش میکنم. ممنونم از توجهتون به برنامه. شبتون خوش. نفر بعدی بفرمایین. دکتر زنده دلم روی خطین. سلام، با من هستین؟ بله بفرمایین. سلامتون مبارک. ممنونم. من در مورد همسرم سوال داشتم. من تازه روشن کردم رادیو رو، شنیدم معلوماتو میتونم. از قبل شنیدم که شما در مورد آدم های میانسال میخوایی صحبت کنید که افسردگی درشون هستش. اما این نه، این خواستم اگه بشه یه توضیح بدین که چجوری میشه باشون رفتار کرد، چون شوهر من الان یه مثلا این حالت شده
میتونم بپرسم چه علائمی تو در شوهر عزیزتون دارین تجربه میکنین؟ همش از مردن حرف میزنه، نمیدونم غمگینه، البته آلزایمر هم دارن، ولی خب الان خیلی شدید شده، هی مرتب میگه من دارم میمیرم، من دارم میرم، نمیدونم چیکار باید بکنم، بچه زنده هم، همش از این تو حرفای باید میزنیم، نمیدونم اصلا باید چی بگه، هرچی بهش میگم نه اگه همچیزی نیست، میگه آره مرسی تو روحیه میخواد به من بدی، ولی من نمیدونم، من دارم میمیرم، من از این چیزا نمیدونم باید چی بهش بگم، چیکار باید بکنم. پس اینی که میشنوم یه مقدار انگار ترسیدن و غیر منطقی شدن و با احساس غم و ترس دارن جلو میرن. میتونم بپرسم چند سالشونه؟ دوربر 80. خب پس از میان سالی گذشته. ببینین این و در ضمن میخواستم اینو بپرسم چند وقت هستش که دایگنوز شدن با آلزایمرز؟ آلزایمرشون بله بود، منتها الان حدودا تقریبا 2 ساله که سرعتش بیشتر شده، یعنی الان نمیدونم چی بگم. متوجه شدم، یعنی اینقدر سرعت نداشت، الان خیلی سرعتش زیاد شده، یعنی یه موقعی میشه که نمیشناسه. بله خب متاسفم. چقدر باید واقعا برای شما مشکل باشه که واقعا چگونه بتونین هم بهشون کمک بکنین و هم خودتون رو تا حدی بتونید قوی نگه دارین. ببینید طبیعیه نصفی بیشتر از اونهایی که دایگنوز میشن با آلزایمرز کنارش متاسفانه افسردگی رو هم تجربه میکنن و تا حدی هم استرابو. ببینید کسی که یادش میره و مموریش میدونه که واقعا داره دیجنریت، یعنی بدتر و بدتر هم میشه، اونم به این سرعت، نتیجتاً میتونه واقعا در اینجا قرار بگیره و وحشت داشته باشه که آینده چی میشه. و بهترین کاری که میتونین بکنین اول اینه که خودتون احتیاجه واقعا ببینید چجوری با اون تضادهای درونی خودتون و این ترس و این موقعیت بسیار دشوار که باهاش الان روبرو هستین کنار بیاین و در ضمن همین که دلداریشون میدین بهترین کاریه که میتونین بکنین. در حقیقت همون ساپورت هست، کار بیشتر از اونی نمیتونین انجام بدین مگر اینکه از خودش یه موقع بپرسین چی میتونه براش امنیت رو بیاره. یه موقع ریگرس میکنن به گذشته، مثل یه بچه میشن، حتی یه چیزهای کوچیکم مثل عکس بچه ها، چیزهایی که ممکنه پیش پا افتاده برای خیلی ها باشه براشون میتونه خیلی ارزش داشته باشه. شما از شناختی که از شوهرتون دارین ببینید چی میتونه، چه چیزهایی براش تا حدی امنیت و آرامش بیاره که این میتونه شخصی باشه. من متاسفانه چون از ایران اومدیم بیرون یه دفعه براش خیلی توف کرد، یعنی خب ایران شغل داشت، از توف میرفتیم بیرون دنبال کارو زندگی و خب شغل بالاخره چیزی هم داشت که مورد احترام مردم بود، برای همین اینجا اومدیم الان شغل نداره، تو خونه هست، خیلی نمیدونم مثلا میگم چیز خاصی ندارم چون همه علایقمون اونجا بوده، مثلا همین الان اینجا هیچ چیز نقطه مشترکی وجود نداره که من به برای اون حالت اونجا رو زنده کنم. ببین حتی فرهنگ خونه همه چی فرق داره اونجا. بله فوق العاده متفاوته. من یه سوال دارم، ما جاهایی داریم که ایرانی هستن، ادالت دیکر هستن، جاهایی که میتونن تشریف ببرن یا با هم حتی تشریف ببرین، مال ایرانی ها هستن، برنامه دارن میرن؟ بله الان سالیون ساله، یعنی اون موقع هم که قبل که من بیام اینجا میرفتن، یعنی واسه اینکه تنها نباشه بله میرفته، ولی خب متاسفانه اونجا هم زیاد اشون احساس شادی نداره، چون وقتی میره اون موقعی که حواسش بیشتر بود مثلا میومد میگفت اکثر روزا میرم یکی میمیره، یکی از دوستان میمیره، مثلا امروز میرم میگم امروز هستش، فردا میرم نمیست، اون بیشتر بدتر شدید ترش کرد. ولی خب متاسفانه مجبور بودیم بذاره بره اینجا چون شغلی نداشت، تو خونه اصلا نمیتونست بمونه. اونا هم خوبه، اونا هم سعی میکنن که محیط رو شاد کنن، برای موزیک میارن، ولی خب
مردن آدم رو که نمیتون جلوگیری میکنن. یا نه ببینید اون یه مرحله ایه که واقعا ببینید حق خودشونه که الان دارن راجبش فکر میکنن و سوگواری هم دارن میکنن، یعنی نمیتونیم ازشون توقع داشته باشیم که حقیقتش رو بخواین افسرده نباشن. یه جوری بعد با این موجهای افسردگی حمایتشون بکنین، یعنی بهترین کاریه که میتونین بکنین. شنونده عزیزم شبتون خوش، خط بعدی رو میگیرم. دکتر زنده دلم روی خط هستین. سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟ الو. مرسی، من صدای شما رو که میفهمم حالم خیلی خوب میشه. من فقط زنگ زدم به شما بگم سال نوتون مبارک باشه. ممنونم، خیلی دوستتون دارم. با اومد پیش شما شاید 7-8 ماهی طول کشید اومدم و حال خوب خودم رو پیدا کردم. واسه همین جا داشت ازتون تشکر کنم، سال نو رو تبریک بگم، بگم خیلی دوستتون دارم و شما دلیلی بودین که من خودم رو پیدا بکنم. و فکر میکنم که نمیدونم از چه کلماتی، نمیدونم از چه جمله های استفاده بکنم، از خدا تشکر کنم که شما رو به ما داد. لطف داریم واقعا به من، یک دنیا ممنون ازتون عزیزم. شما یک عالمه عشق دارین، انرژی خوب دارین، حرفای قشنگ دارین. جا داشت وقتی خودم رو پیدا کردم به اون چیزایی که یادم دادین و حسرتشون رو داشتم، نه یک بار صدها هزار بار ازتون تشکر بکنم و از اینکه داریمتون واقعا هممون خوشحال. من که به سهم خودم خیلی خوشحالم. واقعا لطف داریم به من شنونده عزیز، قربان شما، متشکرم ازتون. خواهش میکنم کردم که در این زمان چند ماهی که پیش شما بیام اینقدر زندگی ما عوض کنیم، که واقعا مدیونتون هستم، هم خودم هم پسرم، و ازتون بسیار تشکر. متشکرم از قدردانیتون. واقعا خداوند یه پکیج کامل کرده، هم زیبایی درونی بهتون داده، هم زیبایی برونی بهتون داده. لطف داری، سلام قشنگ داری. قربان شما، ممنونم. نمیشم شب خوبی داشته باشید. مرهمین، شبتون بخیر. متشکرم ازتون. دکتر زنده دلم بفرمایین، روی خطیم. الو خانم دکتر، سلام عزیزانم. سلام، حالتون چطوره؟ خیلی متشکرم. اولا پوزش میخوام، من تلفنم به علت مشکلی که درش ایجاد شده بود قطع شد و نتونستم هم قسمت نخست برنامه حضرت علی رو بشنوم هم سوالم رو خدمتون عرض کنم. حالا از یه تلفن دیگه ای با اجازهتون سوال ما اگر ایستاره میدید مطرح میکنم. حتما، ممنون از توجهتون به برنامه، بفرمایید. این مطالبی که این تکار خانم گفتن به قول معروف جان و سخن از زبان ما میگویید، بنده هم همین نگرش رو نسبت به برنامه شما و شخصیت والای جنابالی دارم و خودم و کسانی که مراجعاتی که داشتن به دفتر جنابالی از حذاقت و تبابت عالی حضرت علی برخوردار شدید. همگی دارین خجالت هم میدین. ممنونم ازتون واقعا. باعثی گفت بگن شکر از مخلوق، شکر از خالقه. عرض دارم که موردی که میخواستم ازتون سوال بکنم این است که اولا تفاوت بحران میانسالی و استرس میانسالی رو اگه ممکنه منجزن خلاصه اینجازه خیلی سپاسگزار میشم. بعد در مورد یک زوج، اگر طرف مقابل که هنوز به اون بحران نرسیده
مواجه بشه با بحران میانسالی زوج یا زوجه خودش، تکلیفش چیه؟ حد تعاملش تا چه حدی میتونه باشه؟ تا چگونه میتونه بعضی مسائلی که پیش میاد متحمل بشه؟ و راه و روش تحمل بحرانهایی که طرف مقابل داره برای بقای زندگی و حفظ اون رشته ارتباط چی میتونه باشه؟ اینا بفرمایید، خیلی سپاس گذارم. حتما با من باشین. الان وقت برای آگهی هست. بله بله. تا بخش دوم برنامه. شنوندگان عزیز، دکتر زنده دلم، روانشناس بالینی، شنونده عزیز که روی خطن پرسیدن راجع به علائم افسردگی در بحران میانسالی که به تغییر میخوام بگم خلق ارتباط داره، به صورت نوسانی هم اتفاق میافته، یعنی مود سوینگز. گاهی شخص میتونه غمگین و افسرده باشه، گاهی هم سرشار از انرژی و خوشحالی. اختلالات خواب میتونه که معمولاً با افزایش سن وجود داره ارتباط نزدیکی با افسردگی که خلق و خو رو تا حدی هم تغییر میده همراه باشه. اون شخص میتونه تغییرات غیر منتظره یه دفعه تو زندگیش ایجاد بکنه، مثل شغلش رو رها بکنه، خانوادش رو ترد بکنه، یعنی در حقیقت یه دفعه ایمپالسیو باشه. اینجا دیگه واقعا این یه عامل افسردگی میتونه حساب بشه. ممکنه مشغولیات وسواسی ذهنی نسبت به ظاهر داشته باشه، تغییرات چهره ایجاد نگرانی براش میتونه بکنه و برای رفع این علائم جراحی‌های پلاستیک برای زیبایی بسیار رواج پیدا کرده. ممکنه احساس بکنه که گیر کرده در روابط با شریک زندگیش و یا با دوستان نزدیکش. ممکنه تمایل زیادی داشته باشه برای شناخت آدم‌های جدید که شاید هم از طریق اونها هیجانو بتونه تجربه بکنه. ممکنم هست که افزایش پیدا بکنه الکل استفاده کردنش، مواد مخدر، پریسکریپشن دراگز. متاسفانه در افسردگی میانسالی خیلی ما مشاهده میکنیم، کسی که اصلا ممکنه اهمیت نمیداده الکل بنوشه ممکنه یه دفعه شروع کنه به استفاده کردن زیاد از حد. اینم در نظر بگیرین که میتونه اون شخص انقدر ناامید باشه و احساس غم رو تجربه بکنه به حدی که حتی افکار منفی صدمه به خود یا خودکشی هم داشته باشه. شنونده عزیز هنوز رو خطین؟ بله. خب جواب من خیلی طولانی شد. سوال دومتونم فکر کنم راجع به این بود که کسی که همسرش یا شریک زندگیش دچار این افسردگی باشه باید باش چه کار کرد، این بود؟ بله. خب ببینید، اول باید ارزیابی کرد که آیا شریک زندگی شما افسردگی از گذشته داشته که درمان نگرفته، که شاید اون دست به دست داده با شرایط میانسالی و یه افسردگی حادی رو یه دفعه بروز داره میده. این خیلی میتونه مهم باشه. در ضمن از لحاظ این که با خودشون صحبت بکنین که واقعا
چه علاقه هایی تو زندگیشون دارن الان در مرحله زندگیشون که میتونه یه مقدار بهشون لذت یا پلژر رو بده. ممکنه که واقعا یه خواسته هایی دارن که در میون نمیذارن، یا اینکه ممکنه فکر کنن شما باهاشون ممکنه توافق نداشته باشین. نمیدونیم واقعا درونشون چی میگذره. من همیشه فکر میکنم بهترین راه کمک اول تجزیه و تحلیل کردنه که اصلا چی میگذره درون این شخص، برای که میتونه جوابهای این شخص کاملا متفاوت باشه از یک نفر دیگه. بله. خب سوال دیگه ای دارین شما عزیزم؟ جونم طرف مقابل خب یه ضریب تحملی داره قاعدتا در مقابل این دگرگونی که زوج یا زوجه براش ایجاد میشه، این ضریب تحملی داره. واقعا امکاناتی که یا راههایی که تحمل طرف رو بیشتر بکنه تا بتونه این بحران زوج یا زوجه یعنی همسر خودش رو بگذرونه یا تحمل بکنه، چی میتونه باشه برای طرف مقابل؟ الان بحث کسی که دوچار این درست اون زوج یا زوجه واقعا داری به تحملش تا چه حدی میتونه، چه جوری میتونه افزایش بده داری به تحملش؟ چشم. ببینید بستگی داره که همسرش تا چه حدی داره چه کارهایی رو انجام میده که به تحمل این شخص میتونه ربط داشته باشه. همونطور که اشاره کردین واقعا تالرنس تحمل آدم ها با هم میتونه تا حدی متفاوت باشه. اگه خیلی کارهای اون شخص غیر قابل پذیرش و قبول باشه، خب مسلما این میتونه واقعا صدمه ای رو به این رابطه بزنه. ولی اون فرد میتونه واقعا ببینه خودش چه چیزهایی نیاز داره، چه خواسته هایی از زندگی داره، یه مقدار تمرکز بیشتری رو خودش بذاره تا بتونه بهتر اون یکی رو تحملش بکنه. اگه بخواد فقط نگاه بکنه به شریک زندگیش، یعنی چی؟ یعنی زندگی رو داره میگذرونه با شاید هم ایراد گرفتن. وقتی که ما یه کاری رو نمیپذیریم یکی انجام میده، میتونیم ایراد بگیریم، میتونیم استقلال اونو ازش بگیریم، حتی ناخودآگاه در بعضی مواقع. بنابراین بستگی داره که ما راجع به چه رفتارهایی داریم صحبت میکنیم. آیا قابل تحمل و پذیرش هستن یا واقعا غیرعادی هستن؟ اینی که یه نفر میاد میره در میان افسردگی میان سالی، مثلا مردی میره ماشین کورسی میخره، یا یه کارهایی بوده که در جوانیش انجام نداده یا داده کم انجام داده، میخواد برگرده به اون دوران و همسرش نمیتونه باهاش هماهنگی داشته باشه یا هارمونی داشته باشه در اون مراحل، خب مجبور میشه که ممکنه به یه جایی برسه که بتونه بپذیره. برای اینکه وقتی جلوی مانع استقلال یه نفر دیگه ما بشیم، چه دوست چه شریک زندگی، هر کس، ما رو اون شخص ارتباط میده با یه آدمی که داره کنترلش میکنه و بی احترامی به خواسته هاش میکنه. بنابراین موضوع میتونه مهم باشه، ولی بازم میگم بستگی داره چه رفتارهاییه. اون شخصی که رفته ماشین کورسی خریده، اگه همسرش دوست نداره ولی اون دلش میخواد در خلوت خودش از این ماشین استفاده کنه و ضربه‌ای به اون نمیزنه، دیگه اون میل خودشه. یعنی در حقیقت منظور جنابالی اینه که طرف مقابل در هنگام مواجهه با بحران همسرش بایستی سنگ زیرین آسیا به قول معروف باشه و به قول ما ایرانی فقط در شادی ها شریک و انباز طرف نباشه، بلکه در ناراحتی ها و در اندوها و در غم ها هم بتونه همسر خیلی خوبی باشه. خیلی قشنگ خودتون بیان کردین. خیلی خوشم اومد از نتیجه‌ای که خودتون از حرفام گرفتید. جنابالی بودین. استنبات بنده از فرمایشات از استاد بود. خیلی هم عالی. خواهش میکنم. لطف دارین. شبتون بخیر. نفر بعدی بفرمایین. روی خطین دکتر زنده دلم بفرمایین. الو جونم بفرمایین روی خطین.
پشت خط. بله من پشت خط. میشناسین منو پشت خط؟ ببخشید. خب خیلی ها اینو میپرسن. الانم یه تکست گرفتم راجع به این که خانوم ها چگونه تجربه میکنن افسردگی میانسالی ها، که یه مقدار میتونه متفاوت باشه از آقایان. خب ببینید این خیلی مهمه که ببینید یادمون ما باشه که خانوم ها مخصوصا در فرهنگ ما مدلی بار میان که از دیگران نگهداری کنن بیشتر، و دوران میانسالی ممکنه ابراز تحولاتشون رو با استقلال بیشتری که من هم هستم، من هم اینجا برای خودم شخصیتی دارم یا ارزشی برای خودم قائل هستم، بخوان تا حدی جبرانش بکنن. ظاهرم همونطوری که میدونین در خانوم ها میتونه خیلی مهمتر جلوه داده بشه تا در آقایون، اونم به پرورش ربط داره. و از لحاظ روانی هم خانم ها میتونن آسیب پذیری vulnerability رو بیشتر در افسردگی میانسالی تجربه بکنن. آقایون حالا ممکنه بیشتر مشاهده شده و من اینو در خانم ها هم دیدم، ولی واقعا آقایون بیشتر رو میبرند به هیجانات یا به اکتیویتی هایی که اون ادرنالین راش رو به قول خودشون تجربه بکنن. البته بعضی از خانم ها هم همینطور. بیشتر در آقایون هم دیده میشه که ممکنه از اشیا استفاده بکنن، مثلا ماشین یا کارت کالکت کردن یا چیزهای قدیمی و نگه داشتن، عتیقه، به طور متفاوت میتونه خودشو نشون بده در آقایون. خیلی جالبه اتفاقا. خیلی من راجع به این موضوع دیشب سعی کردم ببینم اصلا جدیدن چه تحقیقاتی شده، و خیلی علم داره به اینجا میرسه که بین هر دو متفاوت انقدرم تجربه نمیشه افسردگی میانسالی، ولی بحران میانسالی یعنی تغییرات میتونن یه مقدار متفاوت تر تجربه بشن. و اینم یادتون باشه، دوباره ذکر میکنم قبل از اینکه خطای دیگر رو بگیرم، کسانی که تغییراتی رو تو زندگیشون میخوان ایجاد بکنن دلیل نمیشه که افسرده باشن. ببینید کسی که به سن 45 50 سالگی میتونه برسه ممکنه دیگه احساس میکنه که نصف عمرش رو سپری کرده و خیلی بیشتر ممکنه وقت بذاره روی این که فکر بکنه که من الان دیگه چی از زندگی میخوام، زندگی اصلا چه معنایی برای من الان داره. و خیلی جالبه، یه روانشناس خیلی معروف که راجبش شنیدین، اریک اریکسن، خیلی قشنگ راجب این توضیح داده که در این سن و سال از استیج یا مرحله اینتیمسی که میشه روابط نزدیک عاطفی، اون شخص رو میبره به جنراتیویتی بهش میگیم، یعنی به ساختن، میخواد کارهایی رو بکنه که تا حالا انجام شاید نداده. برای همینه که ممکنه ما با خیلی ها روبرو بشیم که یه دفعه در سن 50 سالگی یکی که رانندگی بلد نیست بکنه شاید براش مهم بشه که بخواد رانندگی رو یاد بگیره، و بعضی ها شاید حتی مسخرش بکنن که چرا تو این سن و سال یادت اومده رانندگی بکنی. یکی ممکنه نقاشی میکرده دوران نوجوانی، ولی به خاطر کار، به خاطر تحصیلات اون هنرش رو کنار گذاشته و متوجه میشه که چقدر براش مهمه و ممکنه شروع میکنه کلاس‌های نقاشی برداشتن. این دلیل نمیشه که در حقیقت افسرده است. میدونم این موضوع میدلایف کرایسیس رو خیلی ها جدیدن استفاده میکنن برای هر کسی که میخواد یه تغییراتی رو تو زندگیش ایجاد بکنه. فوری ممکنه این به افسردگی واقعا ارتباط برای دیگران داشته باشه، یا اینکه چرا میخوای برگردی به نوجوانیت، چرا الان یادت افتاده برقصی، چرا الان یادت افتاده آشپزی بکنی، یا چرا در سن 50 سالگی یادت افتاده بری درس بخونی. و منو یاد یه مثالی میندازه این موضوع، که مردی که مدرکشو در مهندسی گرفته بود در سن 48 سالگی اقرار میکرد که همیشه آرزوش بوده که وکیل بشه،
و شروع میکنه برای پریپر کردن که بره لاسکول. و چقدر اطرافیان مسخرش میکردن که تو این سن و سال چجوری یادت افتاده بری و بخوای اصلا وکالت رو بخونی و نیازم نداری به این کار و حتی به پولش. و این شخص خیلی جالبه که برمیگرده اون واقعا نکات مثبتی که داره از درونش و اون اعتماد به نفسی که داره و اون ابیلیتی هایی که داره رو روی هم میذاره که یه تحصیل و یه مدرک جدیدی رو بگیره. این میتونه خیلی سازنده باشه تا اینکه رو ببره به مواد مخدر یا یه طوره واقعا مخرب بخواد اون هیجان یا بخواد اون واقعا نشاط رو تجربه بکنه. بنابراین همیشه در نظر ما میگیریم که اگه کسی که کاری رو داره انجام میده آیا داره صدمه به خودش میزنه، آیا داره صدمه به رابطش میزنه. اینا همه مطرح هست، بستگی داره به عقاید، بستگی داره به شخصیت، بستگی داره به تضادهای درونی اون شخص. اینم توجه بکنید که هر انسانی که تنوع در فعالیت‌های روزمره و علایقش به وجود میاره یا فعالیت‌های اجتماعی بیشتر انجام میده میتونه راضی‌تر خودش رو تجربه بکنه و اون رضایتش رو انتقال بده به دیگران. خب خیلی راجع به این موضوع صحبت کردم، خط بعدی رو حالا میگیرم. روی خط این دکتر زنده دل هستم. سلام خانم دکتر زنده دل، شبتون بخیر. شبتون بخیر، خوبین؟ متشکرم، شما خوب هستین؟ خیلی ممنون از برنامه بسیار عالیتون. قربان شما، لطف دارین، بفرمایید. خانم زنده دل، من گاهی میتونم برنامه شما رو گوش کنم و خیلی هم استفاده میکنم. خواهشم این بودش که در واقع سوالم این هستش که یک کمی اگر امکان داره در مورد خانوم ها و آقایون ایرانی و با این کالچر ایرانی که ما داریم در سن میانسالی صحبت بفرمایید که باید راهنمایی کنیم ما رو چطور ما خانوم ها و آقایون ایرانی در میانسالی با همدیگه برخورد داشته باشیم. برای منی که یک خانم میانسال هستم و در واقع مجرد هم هستم و به یه مرحله از زندگیم رسیدم که فکر میکنم آمادگی این رو دارم که با یک آقای ایرانی میانسال آشنا بشم، ولی واقعا برای من این انتخاب سخت هستش و نوع برخورد برام خیلی سخت هست. واقعا ما در این سن و سال، خودم رو مثال میزنم، جسارت نمی کنم به کسی، ولی زیاد برخورد میکنم تو اجتماع که با اینکه در سن 40 تا 50 سالگی هستیم ولی هنوز بلد نیستیم با هم دیگه چطوری صحبت بکنیم، چطور رفتار بکنیم. و کاملا متوجه هستم که هر دو طرف هم مایل هستند، ولی به خاطر اینکه اون مهارت رو یاد نگرفتیم در طول زندگیمون، حالا در این سن و سال هم نمیدونیم چطور باید با هم رفتار بکنیم. اگر میشه یه کمی راهنمایی بکنید. خود من واقعا مسئله دارم، مشکل دارم تو این زمینه. من راهنمایی میکنم، خیلی دلم میخواد بشنوم که فکر میکنید مشکلات از کجا سرچشمه میگیره. این خیلی برام جالبه. والا شما متخصص هستین، میپرسم از لحاظ فرهنگمون میپرسم. بله، چون گفتین واقعا خیلی قشنگ بیان کردین، هر فرهنگی میتونه تا حدی متفاوت باشه. دوست دارم بشنوم فکر میکنید چه ایشیوها یا چه مشکلاتی تو جامعه ما هست. خیلی دوست دارم از خودتونم بشنوم و حتما راهنماییم بکنم. متشکرم ازتون. خانم دکتر، اون چیزی رو که من تو زندگی شخصی خودم تجربه کردم، تو خانواده‌ای بزرگ شدم که توی اون دور زمانی که من بچه بودم خانواده‌ها خیلی محدود دختر خانوماشون رو بزرگ می‌کردن و خیلی فاصله می‌انداختن، یعنی فرق می‌ذاشتن بین دختر و پسر. بله. ولی خانواده من، پدرم خیلی روشنفکر بودن، مادرم همینطور، و عقیده‌شون این بود که باید دختر و پسر رو خوب
تربیت کرد و بهشون یک سری آزادی هایی داد که با جنس مخالفشون برخورد خیلی راحت و آزاد داشته باشن، ولی در این حال من در این بچگی متوجه بودم که اونا از دور کنترل میکنن، یعنی اینطوری نیست که یه آزادی 100% به ما داده باشن، ولی من خیلی راحت میتونستم اون موقع با کازینام که پسر بودن صحبت بکنم، بازی بکنم، هیچ مشکلی نداشتم. الانم که بزرگ شدم خیلی راحت میتونم با جنس مخالفم برخورد داشته باشم، ولی حس میکنم اگه من راحت با یه آقایی صحبت میکنم، الان که یک خانم میانسال هستم با یه آقای میانسال صحبت میکنم، فکر میکنم که ایشون در مورد من ممکنه فکر کنن که چقدر آدم بیبند و باریه، چقدر آزاده، چقدر راحت با جنس مخالفش صحبت میکنه، و در صورتی اصلا اینطور نیستش. بله، من محدودیت ها و قید و بند های خاص خودم رو دارم و اصلا اجازه نمیدم کسی به اون باندری من بخواد تجاوز بکنه. باریکلا. ولی مشکرم ازتون، ولی متاسفانه میبینم که خیلی وقت اینطور برخورد میشه. گاهی برخورد کردم میبینم که خیلی برام پیش میاد آقایونی که با من برخورد دارن، تمایل دارن با من آشنا بشن، ولی یه چیزی جلوشون رو میگیره که حالا من حس میکنم خیلی هاشون خجالت میکشن، یعنی توی این سن و سال دیگه ما باید انقدر تجربه پیدا کرده باشیم که بتونیم خواستم رو وقتی از یه خانومی خوشمون میاد بتونیم راحت مطرح بکنیم خانوم من از شما خوشم میاد، حالا یا جواب نمیشنویم یا جواب آره. بله، ولی یا خانوما همینطور، اگه یه خانومی درست. خود من از یه آقای خوشم میاد ولی همش وحشت دارم که اگه مطرح کنم ایشون با من چه برخوردی خواهند داشت. درسته، راهنماییتون میکنم. ببینین، همونطور که میدونین فرهنگ ما خیلی فرق بین دختر و پسرها میذاره و متاسفانه حتی این موضوع رو ما تو نسل جدیدم الان مشاهده داریم میکنیم و این باعث میشه که وقتی خانوم شما که انقدر قشنگ بیان کردین، خیلی مثل این که رو راست حرفاتون، نیازهاتون، خواستهاتون رو واقعا راجبش صحبت میکنین، ولی برای یک مرد ایرانی که تو فرهنگ ما بزرگ شده ممکنه همونطور که خودتونم ذکر کردین احساس بکنه که شما شاید این اوپن بودن، این روشن فکر بودنتون کنارش حد و حدود نباشه و شما رو جاج بکنه یا قضاوت بکنه. اینو کاملا درست میگین و متاسفانه هست. چجور حالا میشه با این موضوع برخورد بکنین؟ اینه که باید ببینید با اون کسی که دارین رابطه برقرار میکنین تا چقدر اون پذیرایی داره که واقعا شناخت راجب درون شما داشته باشه. برای اینه که ببینید رابطه مثل یک رقص میمونه، اگه اون مرد یک قدم به طرف شما برمیداره، شما حلاجی میکنین، از منطق و احساستون استفاده میکنید، بعد شما یه قدم جلو برمیدارین، دوباره میاین عقب، میرین جلو. ولی وقتی که حالتی باشه که شما گام ها رو بردارین، یعنی چی؟ یعنی تمام نیازها و خواسته هاتون رو همش راجبش صحبت بکنید یا یک دفعه بذارین روی میز به قول معروف، اون یکی ممکنه بترسه، برای که تو فرهنگ بار اومده که خانوم یه مقدار با متانت و مهارت میاد جلو. بنابراین این موضوعیه که بستگی داره به اون شخصی که شما دارین باهاش رابطه برقرار میکنید، چقدر اون روشن فکره، اون تو چه خانواده ای بار اومده. و بهترین راهنمایی که میتونم بکنم اینه که واقعا آمریکایی ها میگن تست واتر، یعنی شما یه قدمی که برمیدارید ببینید واکنش اون شخص چی هست، اون چه طرز فکرش و واقعا اون ذهنیتش کجا قرار گرفته. و از لحاظ روان بعضی ها مرد ها وقتی ببینن که خانومی ها ملاقات میکنن که میدونه چی از زندگی میخواد و خیلی قشنگ راجبش صحبت میکنه، شاید وحشت بکنن که این شخص ممکنه براشون زیادی باشه یا نتونن از پسش بر بیان. بنابراین این موضوع برمیگرده به اینکه چقدر شما شناخت از خودتون دارین و چقدر خودتون رو از لحاظ به اون شخصی که میخواین شما رو بشناسه دارین کم کم خودتون رو واقعا نشون میدین.
هر چیزی زمان میبره. شاید اون شخص مقابل آماده نباشه همه چیز رو راجع به شما دیت اول و دوم بدونه. خب شنونده عزیز، شب شما خوش. خط بعدی رو میگیرم. هلو جونم، بفرمایین. خانم دکتر زنده؟ بله بفرمایین، روی خطی. سلام عرض کردم. سلام عرض کردم از تشکر از برنامه خیلی خوبتون. اگه امکان داره من تلفن رو میدم به اون خانم به من زنگ بزنه. ببخشید تلفنتون رو لطف کنین ندین، میتونید با هم تماس بگیرین 310-801-0544. شنوندگان عزیز، وقت ما به اتمام رسیده. تا هفته دیگه، شب همگیتون خوش. راه زندگی، برنامه ای از دکتر فرناز زنده‌دل، روانشناس بالینی.